A52 S5G یا A53 5G. به نام خدا، سلام، من علیرضا جعفری اینجا کالاگو، شما که طبق روال همیشه خیلی خوش اومدید. بریم یه بررسی سنگین بین A52 S5G و A53 5G داشته باشیم. قطعا اگه گوشی جدیدتری میخواید خب باید برید سراغ A53. وزن این دوتا گوشی عین همدیگه است و هیچ فرقی با همدیگه ندارن. از لحاظ متریال به کار رفته توشونم جفتشون جلوشون گوریگلاس 5، دورشون پلاستیک و پشتشون هم پلاستیک. حتی مقاومتشون نسبت به آب جفتشون IP67. از لحاظ صفحه نمایش هم هر دوتاشون صفحه نمایش های فول اچ دی دارن تقریبا، یعنی پی پی آیشون هم 405 پی پی آی، 6.5 اینچی هن و 800 نیتی هن، یعنی کپ هم دیگه هیچ فرقی نمیکنه. پنلشون هم سوپر امولده. هر دوی این گوشی ها اندروید 12 رو برای خودشون دارن با وان یو آی 4.1. باز تو اینجا هم با هم برابره. A52S سی پی یو که برای خودش اختصاص داره یه اسنپ دراگون 778 5G هستش که تکنولوژیش 6 نانومتریه. از اون طرف A53 یه اگزینوس 1280 5G داره که یه نم جدیدتره، تکنولوژیش هم 5 نانومتریه. این دوتا اگر بخوایم قیاس بکنیم، تکنولوژی جدید اگزینوس، داغ کردن اگزینوس، اسنپ دراگون یه ذره استیبل تر و معقول تر، سخت انتخاب بین این دوتا. من خودم اسنپ دراگون بیشتر میپسندم. تا اینجا کفه ترازو به نظر من برای A52 است. از لحاظ میزان حافظه و رم عین هم دیگه، یعنی از 128 گیگ 4 گیگ شروع میشن تا 256 گیگ و 8 گیگ رم، یعنی این انواع تنوع این کامباینیشن یا همون ترکیب اینا با هم دیگه رو دارن توی مدل های مختلفشون. آقا اینا یه گوشی هست، سامسونگ داره به عنوان دوتا گوشی به ما میفروشه، یعنی سی پیو عوض کرده جای دوتا گوشی داره به ما میفروشه. دوربین های پشتش عین همدیگه از ماژولاش، یعنی نیومده یکی عوض بکنه، مثلا F1 یه ذره عوض بشه نسبت به اون یکی. 4 تا ماژول پشتشون دارن، هر 4 تا ماژولشون عین هم دیگه است، یعنی یه 64 اصلی دارن، یه 12 اولترا واید، یه 5 ماکرو، یه 5 عمق میدان، یعنی همشون عین هم دیگه، حتی F‌هاشون هم عین هم دیگه است. دوربین سلفی جفتشون هم 32 مگاپیکسلیه و ریکوردینگ هر دوتا گوشی عین هم دیگه است و هیچ فرقی نمیکنه، یعنی 4K 30 فریم 1080-60 فریم رو ساپورت میکنن. از لحاظ جک 3.5 و نمیدونم مخلفات و اینجور داستاناش، A52S جک 3.5 صدا رو ساپورت میکنه، A53 ساپورت نمیکنه. باتری A53 5000 میلی آمپر ساعتیه و باتری A52S 5G 4500 میلی آمپر ساعتیه و هر دوتاشون از فست شارژ 25 واتی ساپورت میشن و تفاوت باز آنچنانی با هم دیگه ندارن. توی رقابت این بنچمارک ها که البته خیلی هاشم دستکاریه، ولی خب فکر کنم بین این دوتا گوشی که عین همدیگه هم و برندشون و سامسونگ اومده روش داره کار میکنه، تقریبا A52S یه ذره توی بحثای گرافیکی و اینا که گفتم سی پی اسنپ دراگون یه ذره بهتر کار میکنه خودش اونجا نشون داده. ما یه جنبندی داشته باشیم بین این دوتا موبایل از برند سامسونگ، دوتا گوشی که کپ هم دیگه هم، فقط سی پی و باتری هاشون با هم دیگه فرق میکنه. اگر جدیدتر میخواید A53، اگر بدنه به نظر من A53 تا بدنش ضعیف‌تر از A52S، ولی باز اگر بدنه ضعیف‌تر میخواید A53، اگر باز حالا اینم سریقه یا نمیتونم دخالت بکنم، اگر سی پی بهتر میخواید A52S و اگر خدمت شما از شاید باتری قوی تر میخواید A53، که البته فکر میکنم اون میزانی که A53 داره شارژ گیری میکنه یه ذره با A52S خودش باز هم پوشانی داشته باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این طیف ویدیو ما رقابت این با اون دوتایی فقط میخواید براتون بسازیم توی کامنت ها بنویسید، لایک، فالو، سابسکرایب و شیر هم که یادتون نمیره. خیلی مخلصیم. یا علی، خدافظ.